سلام، خوبید؟ من بعد از یه عالمه وقت اومدم ویدیو بذارم. واقعا خیلی بدقولی کردم. من کلا بدقولی زیاد کردم. اینجا حس میکنم بهتر در مورد صحبت نکنیم. چون خواستم بگم آهان، من قبل بود من انباشت مهر رو نداشتم، الان تقریبا دیگه بعد انباشت آبان رو بذارم و تصمیم گرفتم که یکم بیام حالت این انباشت ها رو چون خیلی دیر شده تغییر بدم و مثلا تو این ویدیو در مورد کتاب صحبت کنم و ویدیو بعدی بیام در مورد چیز دیگه صحبت کنم، چون تجربیات که این دو ماه کسب کردم و محتواهایی که ازش استفاده کردم خیلی زیاد بود و اگه می‌خواستم یه ویدیو بگیرم هم ادیتش خیلی اذیتم می‌کرد هم قطعا دیدنش برای شما خیلی سخت می‌شد. تو این ویدیو در مورد کتابا می‌خوام صحبت کنم. حدود کتابام اونجاست. بوده چند تا اینو. آره فکر کنم 5 6 تا کتاب خوندم تا الان. دو تا کتابم در دست خواندن دارم که فکر کنم تا آخر آبان تموم نمیشه، چون امروز 3 آبانه و اینکه ولی فکر کنم این ویدیو از انباشته قبلی بهتر بشه، یعنی امیدوارم اینجوری بشه. باورتون نمیشه اینجوری چیز راحت و خفنی شده برای نشستن، ولی ممکنه در طی ویدیو بسوزم. خیلی گرمه. این کتابی بود که خوندنش رو تموم کردم توی این دو ماه. مثلا چون هر وقت میام ویدیو میگیرم این آقای مانتی با خبر میشه و رد میشه. بهتر که بهش توجه نکنیم، اما صداش نگفته خیلی زیاد. کتابی که این ماه توی این دو ماه خوندم و بذاریم به ترتیب، به چه ترتیب بگم بهتر باشه، به ترتیب خوندم بگم که کنم اول خوندم و بعدش چی خوندم. اگه اینجور بخوام بگم بکنم ببخشید از این شروع میشه. شونیچکا این کتابه، نشر واله و کتابشو دوستن داشتم. بسیش روزی که این کتاب خریده بودم رفتم پیاده روی و یه شهر کتابی بود بین اونجایی که میخواستم برم و مسیر پیاده رویم. رفتم برم توش مثلا ببینم چی داره با اینا. بعدم تو کتاب جیویاش این کتاب هست و خیلی پشت کتاب دوست داشتم. نمیشه که در مورد یه زنیه که شیفته ادبیات کلاسیک رو خیلی دوست داره و خیلی با شخصیت های کتاب ها همزاد پنداری میکنه و تو روزگار سختی که توی جمهوری شوروی بعد از جنگ جهانی دوم داره تجربه میکنه، مثلا روزمره‌اش رو با کتابا چیز کرده و به کتابا پناه میبره و اینا. من خیلی حس خوبی داشتم به پشت کتاب، اینجوری که خیلی جالبه. من از این کتاب قطعا خوشم میاد. واقعا کتابش بدم اومد. کتابش خیلی کوتاه بود. فکر کنم نه 117 صفحه، 120 صفحه بود. ولی 120 صفحه رو به زور خوندم. یعنی هر چقدر کتاب جلوتر میرفت داشت بدتر میشد. و داستان واقعا هم یعنی واقعا داستان همون نبود. یکم متفاوت بود از اون که پشتش نوشته شده. نمونده یک، اصلا داستان خیلی سری جلو میره و خیلی هم اون زن شخصیت محوری داستان نیست. اصلا خیلی زن منفعلیه و خیلی هم کارهایی میکنه که شما نمیتونید بفهمید. یعنی شخصیت اصلی هستش که شما اصلا نمیتونید حتی درک کنید. یعنی حتی دیالوگ هایی که دارن نمیتونید بفهمید. خیلی عجیب غریبه و دوستش نداشتم. خیلی میگم نفهمیدم چرا داره این اتفاق میفته. چیز زیادی کلن از کتاب نفهمیدم اونجوری. هی داستان زندگیش بود، اینکه حالا میره توی کتاب خونه مشغول به کار میشه، اونجا با یه نفر آشنا میشه، با اون ازدواج میکنه، بچه دار میشه و هر چقدر شخصیت کتاب بیشتر میشدن این زنی که قبل شخصیت اصلی باشه منفعل‌تر میشد حضورش در داستان. و تصمیمایی که میگیره خیلی تصمیم متفاوت بوده، ولی مثلا این متفاوت بودن مثلا اگه یکم بیشتر توضیح میداد که تو میتونستی درک کنی بیشتر میتونست کتاب خوشت بیاد. و بچه ای که داره دخترش یک جور عجیبی رفتار میکنه، بعد همسرش از یک زن دیگه خوشش میاد، بعد اون زن با این زن، خیلی داستان عجیب غریب پیش میره. من واقعا پیشنهادش نمیکنم و آره این از این. کتاب بعدی که خیلی دوستش داشتم و خیلی وقت بود میخواستم بخونم و منتظرم یه ترجمه خوبی ازش بیاد، تصویر دوریان گری بود که ایمان نشر مده و واقعا ترجمه خیلی خوبی بود. نسبت به نظرم به ترجمه هایی که ازش تو بازار این بهترین ترجمه است. کتاب خیلی طولانی نیست، یعنی خیلی بزرگ به نظر میاد، ولی هم اولش مقدمه و توضیحات طولانی داره هم آخرش. یعنی کلش مثلا فکر کنم زیر 300 صفحه بشه و اینقدر.
داستان یه داستان کلاسیکه. داستان کلاسیک توانایی دارن که سالیان سال بعد خوانده بشن و حتی از روشون اقتباسی بشه، الهامی گرفته بشه و اساس اونا فیلم و کتابا و جلری ساخته بشه. یکی از معروف‌ترین فیلمایی که فکر کنم بر اساس این ساخته شده که همه احتمالاً دیدیم بلک سوانه، که وقتی کتاب بخونید تازه می‌فهمید چقدر اون فیلم از این کتاب الهام گرفته. و با وجود اینکه من بارها داستان‌ها و فیلم‌هایی که از این کتاب اقتباس شده یا جور دیگه‌ای با الهام گرفته از این کتاب نوشته شده خوندم، بازم این کتاب برام خیلی تازگی داشت، خیلی خیلی جالب بود. داستان کتاب در مورد پسری به نام دوریان گری که پسر خیلی زیباییه، یک نقاشی داره از روش یک نقاشی میکشه و تو پروسه کشور نقاشی دوست نقاش با این پسر یه مکالمه ای داره و مکالمه در مورد اینه که جوونی از بین میره و تو همیشه قرنی زیبا و جوان باشی ولی این نقاشی که از تو میمونه همیشه زیبا و جوانه. و بعد اون پسر یهو به خودش میاد و اتفاق عجب غریبی میفته، ولی خیلی قشنگه، میشم میتونم بخونید. ولی اگه تازه کتاب خونی شروع کردین یه خودتونو اصلا خونه هنوز سختشونه کتاب هایی یکم جدی تر بخونید، به نظر من کتاب رو حیف نکنید که الان بخونید که مثلا ممکن ازش خوشتون نیاد، بذارید یکم که دستتون رو افتاد و اینا بعد بخونید. کتاب بعدی سابرینا و کوینا بوده. من واقعا نشه بیدگل خواهش میکنم وقتی کتاب داستان کوتاه چاپ میکنه یه جایی این بزنید داستان کوتاهه، چون من فصل یک رو که تموم کردم، یعنی داستان اول فکرم فصل یکه. تو داستان دوم هنوز اینجوری بودم که خب اون شخصیته چی شد اینا، یعنی نمیدونم داستان مجزاست. حتی خودم هنوز به نشه بیگل نگفتم، ولی حالا خودم بدونین داستان کوتاه منم بهشون میگم. داستان در مورد رنج زنانه و خیلی جالبه که رنجی که من اینجا دارم تو این جغرافیا و با این ژنتیک و اینا تجربه میکنم، یک لنی که مثلا لاتینه تو آمریکا، تو یک از ایالت آمریکا هم رنج های مشابه اینا رو داره تحمل میکنه و خیلی داستان ها جالب بود و خیلی میتونستی شخصیت ها رو بفهمی با اینکه تو فرهنگ متفاوتی زندگی میکنه، جغرافیاش خیلی متفاوته، همه چی خیلی فرق داره، قوانین متفاوته، ولی تو باز هم میفهمی که اون داره چه چیزی رو تجربه میکنه. و اینکه واقعا مثلا میگن هر کتابی که میخونی به تو اجازه تجربه کردن چیزهایی رو میگه که امکان نداره تو زندگی فعلی تجربه کنی، واقعا اینجوریه. یعنی من هیچ وقت زن لاتین نیستم و احتمال زیاد خیلی هیچ وقت مثلا نتونم تو اون ایالتی که این داره زندگی میکنه دقیقا تو امریکا زندگی کنم و بزرگ بشم، ولی کاملا میفهمیدم داره در مورد چی صحبت میکنه و داستان ها غم انگیز بود. اینو بگم که اگه که خیلی حالتون خوب نیست سراغ خوندن این داستان نرید. ها گفتم داستان کوتاه گفتم. کتاب بعدی اصلا دوش نداشتم، وای. خب اینکه نشر ماهی عموم کتابایی که چاپ میکنه خوبه، این کتاب اصلا دوست نداشتم و حتی نویسندش هم نویسنده محبوبمه. من ازش مردگان زهر خرید خوندم، یادش دیوانه خوندم، دو سه تا داستان کوتاهشو تو جاهای دیگه خوندم و حتی برای کسی که تازه کتاب خوندن رو شروع کرده و یکم سختش داستان خوندن، من پیشنهاد میکنم مثلا حتما دماغ و شنل رو بخونه این دو تا داستان کوتاهو، چون فوق العاده ان. یعنی داستان ها یعنی تو مختصر این تعداد صفحه کار میکنی که میخکوب بشی، ولی این کتاب اصلا خوب نبود. تراس بولوا در مورد یک قزاقیه که دو تا پسر داره و اونا فرستاده یه مدرسه خاصی که قزاقا بچه‌هاشون رو می‌فرستن که اونجا تعلیم و تربیت ببینن و اون پسرها بعد از مدتی برگشتن و این انسان می‌خواد ببینه پسرش به کجا رسیدن و یه جورایی مثلا امتحانشون کنه تقریبا و میره مثلا اسم شهرها رو یادم نیست، میره یه شهری که همه اونجا قزاق‌های مرد هستن و یه جنگاورن همشون دیگه، یکم مثلا خوی وحشیگری و جنگاوری دارن و اونجا مثلا تصمیم گرفتن یه جنگ شروع کنن و داستان تا آخر کتاب در مورد این قزاق و دوتا پسرشه. جالب نبود، خیلی نمیدونم، خیلی معلوم بود چی میخواد بشه، شخصیت رو خیلی دوست نداشتم، دیالوگا خیلی جالب نبود برام، مثلا کتاب برام خیلی جذاب نبود که مثلا بگم اون میخواد چی بشه یا مثلا چه تجربه جدیدی اضافه کرد. شاید واقعا جذاب‌ترین چیزش این بود که یکم با فرهنگ قزاق ها آشنا شدم که اونم خیلی چیز نبود که مثلا اینجور بشم که با فرهنگ قزاق آشنا شدم. کتاب آخری که تمومش کردم و هنوز پستش رو نداشتم ولی فکر کنم امروز بذارم، پیر و لوسیه. من قبلا از رومن رولان کتاب جان شیفتر رو جلد یک و دوش رو خوندم، چهار تا جلده، ولی دوتا دوتا توی یک کتاب چاپ شده و برای این جلد دوش رو من خوندم که خیلی سنگینه کتابش، یعنی واقعا فقط 3 کیلو کتابه و اینکه خیلی هم گنده و حجیم و سفت و لمخت و اینا. چون من کمپی یعنی تو اون دوره
خونه نبودم مدت طولانی که بتونم بشم کتاب بخونم، خیلی دیگه نشستم جلد دومشو بخونم و احتمالاً بخوام دوباره بخونم و جلد اولشو بازم بخونم. این برخلاف جانشین خیلی کوتاه بود، حتی مثلا من زیادی کوتاه بود، یعنی کتاب حداقل میتونه که 200 صفحه دیگه داشته باشه، ولی داستان جالب بود. زیر بمباران جنگ جهانی دوم تو پاریس دو نفر عاشق هم میشن به اسم پیر و لوسی. پیر و لوسی غیر از اینکه تو شرایط خیلی بدی عاشق هم میشن، خیلی با هم متفاوتن. پیر از یه خانواده بورژوای روشنفکر خفن ایناه، ولی لوسی از یه خانواده که خیلی خانواده در هم شکسته و حتی وضع اجتماعی و مالی و ایناش هم خیلی پایین تر از پیره. هی با اینها پیر عاشقش میشه و چیزهایی و هی با یه تناقضاتی برمیخوره. مثلا اینکه مادر لوسی توی یه کارخونه ساخت مهمات کار میکنه و پیر میگه که این مثلا داره چیزهایی تولید میکنه برای ادامه جنگ. یا اینکه لوسی خودش یه نقاش خیلی غیر ماهر تازه کاره که میاد آثار معروف رو کپی میکنه و خیلی مشغله کارهایی که داره میکشه، ولی خب پیر با اینکه همیشه قضاوت میکنه اینجور آدم ها رو، انگار مثلا داره با لوسی کنار میاد. داستانش رو دوست داشتم، خیلی جالب تموم میشه. یه جاهایی به نظرم نمیدونم یکم زیادی وارد بحثایی میشد که حالا دقیق نداشت این کتاب واردش، ولی پیشنهادش میکنم، جالب بود. خب الان میام در مورد کتابایی که در دست خواندن دارم یه صحبتی باهاتون میکنم فعلا. خب میخوام در مورد سه تا کتاب صحبت کنم که یه چیز مشترک دارن، اونم اینه که من هنوز نخوندمشون. این کتابی که الان دارم میخونم اینه، یادش جیلم اینه که من داستایوفسکی، من داستایوفسکی کتاب زیادی خوندم و داستایوفسکی من با ابله شروع کردم که شاید خیلی سیر مناسبی من دارن نمیشته، ولی من راضی بودم. ابله خوندم، جنگ مکافات خوندم، شب روشن رو خوندم، کتاب های کوتاه‌ترم ازش خوندم، قمارباز رو خوندم، همزاد رو خوندم، خیلی زیاد ازش کتاب خوندم فکر کنم. و این کتاب یادش جیلم که رفتم سراغش ترجمه شده قبلا، علمی فرهنگی ترجمه کرده فکر کنم مترجمش آتش برابه، ولی من چشمه رو دارم که علی مصطفی ترجمه کرده ولی از انگلیسی ترجمه شده. کتاب دو تا بخش داره، من بخش اولش رو تموم کردم، الان در آغاز بخش دومشم. ترجمه یکم داستان پیچیده است، خب یکم منو یاد سقوط کامو میندازه که هی یه نفری میاد صحبت میکنه در دو خوجه وقایع رو تعریف میکنه و اینا. راستش هنوز اونقدر برام جذاب نشده و هنوز اونقدرم ازش بدم نیومده، ولی تو فصلی که چه چیز خیلی جالب داشت، ولی چون خیلی حالا که داستانی نداره و بیشتر داره یک انگار داره اصلا یک چی بهش میگن داره صفحه حرف میزنه، انگار رفته بالای منبر داره یه صحبتی میکنه اون شخص اول و داستانی رو تعریف نمیکنه، نه در مورد خودش داده میده نه داستانیه، و صرفا میاد یه سری استیتمنت میده، یه همچین حالتی داره. جالب بود، ولی راستش من چون انتظار یک کتاب داستانی داشتم یکم اینجوری بودم که منتقد طور باهاش رفتار کنم، ولی ترجمهش خیلی معمولیه، یه جاهایی خیلی احساس کنم گویا نیست، یه سری جمله ها یه جایی هم خوبه، ولی اصلا هم که از انگلیسی ترجمه شده یک خودش نمره منفی هستش، داره اصلا میگیره، من نباید اصلا کنم وای تو ویدیو نه. اصلا کردم. خب این از این کتاب. دو تا کتاب دیگه، یه کتابی که ناداستانه و من مدت ها پیش 70 صفحه اولش رو خوندم و خیلی کتاب بزرگیه، اسمش هست بدهی 5000 سال نخست و چشکم بدهی 5000 سال نخست، نه بدهی 5000 سال نخست. حالا به حال موضوع اقتصادی کاملا مشخصه و من راست رو بخواین فصل اول که خوندم رو دوست داشتم و کتاب کلا در مورد پول داره صحبت میکنه و اقتصاد داره، واقعا یه ناداستان کاملا اقتصادیه و اینکه مثلا چجوری پول به وجود اومده، مثلا چیزا این شکلی. به همه توصیه نمیکنم این کتابو، شاید یه ویدیو بذارم در مورد کتاب اقتصادی آدمایی که من خودم اقتصاد خوندم دانشگاه این اول میگم، ولی فکر کنم یه ویدیو میتونم بذارم در مورد کتاب اقتصادی برای آدمایی که اقتصاد نخوندن صحبت کنم، فکر کنم جالب بشه اونم. حالا به هر حال تصمیم گرفتم این کتابو بخونم و دوباره از سر بگیرم خوندنشو و امیدوارم که فرصتی بشه که بخونمشون. از وقتی تصمیم گرفتم تا الان هنوز ورقم ازش نخوندم، ولی آره کلا گفتم یه نمره صحبت کنن نشه چشمه و
اون قسمت چرخ چاپ کرده، نه چشم خوش چند تا توی مجموعه داره، این مال چرخه. کتاب آخر، خب ببینید من خیلی دلم خواست کتاب گنده بخونم، کلا بعد وقت دارم همش میکنه کتاب گنده بخونه و خیلی جالبه دیگه، اصلا برای شما اتفاق افتاده، ولی نمیدونم که دلم میخواد الان بخونمش یا نه، ولی طرف دوست ندارم تنها بخونمش، خیلی حس عجیبی تا حالا انقدر این حس عجیبو نداشتم به این بزرگی. ولی اصلا این کتاب، کتاب خانه قانون زده است که مال چارلز دیکنز و نشر نگاه چاپش کرده. و من خیلی داشتم فکر میکردم آیا این کتاب کتابی که مثلا همخوانی بذاریم، و من منظورم از همخوانی گذاشتن نیستش که همش مثلا قرار بذاریم مثلا این دارم روش صحبت کنیم و اینا، من صرفا همخوانی برام اینجوریه که مثلا تا فلان صفحه بخونیم و خودمون مقید بدونیم که تا اون صفحه بخونیم و در نهایت کتاب تموم شد مثلا میبینیم درمده کتاب برای صحبتی داشتیم بکنیم و این حرفا. ولی از یه طرف حس میکنم که این کتاب، کتاب خیلی بزرگ و سنگینیه و شاید سنگین یعنی لازم حجمی، شاید خیلی ها دوست نداشته باشن که کتاب به این بزرگی رو الان بخونن، و لازم قیمتی هم الان باید کتاب گرونی باشه. من واقعا 100 سال پیش خریدنش 55,000 تومان، الان بگم 550 تومان هم بیشتر باشه این کتاب، و اینکه مثلا میخوام الان این مبلغ رو کتاب بخرم شاید براشون سخت باشه و نمیدونم. حالا نظرتون رو بگیم، من خودم با همخوانی خیلی موافق نبودم هیچ وقت تو زندگیم، ولی از وقتی راستش با بهخوان دارم کتابا رو میخونم، اون باشگاه رو که میبینم اینا باشگاه همخوانی گذاشتن، خیلی دوست دارم منم مثلا یه همخوانی داشته باشم ببینم چجوری پیش میره و اینا. بهخوانم اگه نمیدونین یه اپلیکیشنیه که من مثل گودریدزه، ولی خب نسخه بهتر گودریدزه به نظر من، چون کتابهایی که ترجمه شده تمام ترجمه های مختلفش رو داره، چون تو گودریدز خیلی کتابا وجود نداره هنوز، و اینکه خیلی چیزای دیگه آپشنای و فیچرهای بیشتری نسبت به گودریدز داره. میتونین باشگاه داشته باشین، میتونین بریده کتاب بنویسین منتشر کنین اونجا، میتونین بیاین هر شب بگین چقدر کتاب خونین و چالش مثلا کتاب خونی انجام بدین. برای آدمایی که یکم هنوز احساس کنن که نیاز به چیز دارن که مثلا برن سمت کتاب و کتاب خوندن خوبه، و همینطور برای آدمایی که دوست دارن کتابایی که خوندن رو بشمرن، و برای آدمایی که دوست دارن نظر بقیه آن راجع به کتابا بدونن، چون ریویو زیادی هم اونجا هستش، فکر کنم برای هر کتاب یه دونه حداقل ریویو هستش، کتاب معروف هم که دیگه خیلی بیشتر. و اینکه آره اپلیکیشن جالبیه، من پیشنهادش میکنم. حالا در حال حاضر میخواستم ببینم که نظر شما در مورد خواندن خانه قانون زده چارلز دیکنز چیه، اگه موافقین بهم بگین، اگه به نظرتون کتاب عوض شه بهم بگین، اگه نظرتون کلا نداشته باشه من بگین، ببینم چند چندیم دیگه. خب این از ویدیوی کتابی، ویدیو کتابیم تموم شد. دوستم یه ویدیو بذارم در مورد یه سریالی که الان دارم میبینم، چون خیلی دارم بهش فکر میکنم، ولی از یه طرفی هستم بعد سریال تموم بشه بعد یه اون ویدیو رو بذارم. البته الان آخره نه، اواسط سیزن 6 و 7 سیزنه و یک قسمت ویژه، یعنی همچین تعدادش اینجوریه. من خیلی دوستان دارم اونم با هم صحبت کنیم، و اینم از این، فعلا خدا خدافظ.